ولکام بچه ها، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. من کارا هستم. من پرنسسری هستم. قبل اینکه بریم سراغ ریاکت به موزیک جدیدی که از کوروش و رها و سمیلو اومده، میخواستم تشکر کنم. به دو دلیل من الان اینجام. یک، اول به خاطر اینکه تشکر کنم از همه انرژی مثبتی که برای من و مادرم فرستادید تو این مدت. ببخشید اگه من نتونستم پاسخ بدم بهتون، چه کسایی که حالا تو اینستاگرام بودین، چه کسایی که اینجا برای من و مادرم کامنت های خیلی خوبی گذاشتید. ممنون ازتون. امیدوارم که این انرژی ها به سمت خودتون برگرده و توی زندگیتون چیزای مثبت رخ بده. و اینکه دومین دلیلی که اینجا هستم به خاطر اینکه ببخشید، تمام این غمایی که ما داریم همش تقصیر یک حکومت کثیف اسلامیه. این درد و حسرتی که من دارم، درد و حسرتی که به شخص علی کشید با از دست دادن پدر مادرش، و هزاران نفر دیگه که تو ایران الان جونشون رو بیگناه دارن از دست میدن، و هزاران نفری که مثل من دورن و اینجوری خبر میشنون و مرده متحرک میشن. من واقعا از لحاظ روانی واقعا حالم بده، ولی تصمیم گرفتم بیام ادامه بدم و سهم خودم رو تو این انقلاب ادا کنم، به خاطر اینکه ما باید انتقام بگیریم از این کثافت جمهوری اسلامی که هر چه زودتر گورش رو گم کنه تا تمام این اتفاقات بد به یه خوشی تبدیل بشه. خاطر اینکه ما از هر چیزی قوی تر هستیم. ماها با هم دیگه میشیم ما و یه مشت میشیم تو دهن جمهوری اسلامی. ببخشید که وقتتون رو گرفتم بدون معطلی. Let's go. اول از همه کاور کار رو بیا ببینیم، یه تحلیل ریزی روی کاورش بکنیم. کاورش که نشون میده توی میدون آزادی و پیروز شدیم و داریم جشن میگیریم و حالا چقدر قشنگ اون روز، و بدون شک زودم میادش اون روزه دید. میرسه و همه هم دیگر رو بغل میکنیم، اون روبوسی شیرین پیروزی رو میکنیم، خیلی قشنگه. بریم شروع کنیم موزیک رو گوش بدیم ببینیم چیکار کردن بچه ها. یه روزی یکی شد من و تو راهمونو، یه روز پس میگیریم ما با هم خاکمونو، یه روز پر میکشیم دوباره تو این آسمونو، همه جشن میگیریم یه روزی آزادیمونو. دقیقاً این تیکهش که میگه یه روزی یکی شد من و تو راهمونو، آره، این تیکهش میتونه اشاره به این داشته باشه، اشاره خیلی مستقیمی هم به این داشته باشه که خب خیلی از ماها، مثلا خیلی بچه‌ای که از ایران میان بیرون و ایران نیستن، قبل از این که اصلا این اتفاقا بخواد بیفته انقدر توی ایران اذیت شده بودن، میگفتن دیگه مثلا ما کار نداریم، وطن ما مثلا این کشوری هستش که الان اومدیم، ولی و خیلی هم میگفتن مثلا تو خود ایران ما سیاسی نیستیم، ما کار نداریم چه اتفاقی میفته، مثلا کی گشنه هست کی گشنه نیستش و خیلی چیزای دیگه. ولی الان یه شرایطی پیش اومده که با هر تفکری، با هر گرایشی، با هر رنگ پوستی که توی ایران هست، با هر زبان و گویشی که توی ایران هست، همه یک صدا شدن و همسو شدن و هم مسیر شدن، و این خیلی ارزشمنده به خاطر اینکه انقلابه. برای یک هدف، هممون یه هدف بزرگ داریم، یعنی اعتراض نیست، انقلابه. دقیقاً سرنگونی این کثافتایی که یه عمر همه کاری با ما کردن، همه بلایی سرمون آوردن و خوشی رو از ما گرفتن. دقیقاً ما واقعا نمیدونستیم که رنگ خوشی چجوریه، برای چیزای ساده و کوچیک همه حسرت به دل داریم. یه روز که آسمون جا بارون خون نباره، یه روز که بوسه عاشقی زندون نداره، مادری بی خبر دل لرزون نداره،
جوونش یه گوشه تن بی جون نداره. چقدر غم انگیزه، خیلی غم انگیزه. اون کودکی که کشته بودن رو یادم اومد که بعد یه هفته مادرش دیده بود و فهمیده بود که بچهشون از دست داده. کلن اصلا الان انقدر از این چیزا زیاد هستش که نمیشه واقعا بخوای دونه دونه بگی، انقدر این اتفاقا هر روز داره میفته، ولی تموم میشه و یک شیرینی برای هممون به جا میمونه. کسایی هم که از دست دادیم واقعا مطمئنم که میدونی با سربلندی اونا رفتن، یعنی به خاطر این انقلاب رفتن، با سربلندی رفتن و میدونم که روحشون شاد هستش، یعنی خوشحالن، مطمئنم خوشحالن. موزیکش حالت همدردی و غمگینه، آره. ولی داره حرفای مثبت میزنه. موزیکش منو یاد لالایی میندازه، خیلی منو یاد لالایی یا میندازه، خیلی ملوس و قشنگه. و اینکه اون روزی بیاد که به جای خون از آسمون بخواد بارون بباره، واقعا تن بی جون نداره. همه کوچه خیابونو زدم بی وقف فریاد، یه روزی تو ببینم موی تو میرخصه در باد، رها میشم در آغوشت یه روز آزاده آزاد. امید و مادری با نام وطن یاد ما دار. واقعا این که میگه امید و مادری با به نام وطن یاد ما داد، این حقیقته. چرا؟ ببین، به ایران، به خود کشورمون، به خود ایران خیلی کم لطفی کردن، یعنی این کسافت ها که اومدن انقدر چپاولش کردن، انقدر آسیب به گوشه گوشش رسوندن، انقدر خاکش رو میخواستن بفروشن و فروختن که یعنی جنایت کردن در حق اصلا مردم، من کار ندارم، در حق خود این خاک پر نفوذ پر قدرت که سالیان سال پابرجا بودش و هستش و خواهد بود، ولی بازم انقدر این خاک بخشنده است، دقیقا مثل یه مادر میمونه برای همه ماها. هر اتفاق بعدی که یک جاش میفته از اونور میخواد جبران بکنه، از اونور باز یک گوشش یک اتفاق خوبی سبز میشه، رخ میده، ولی باز متاسفانه اینا میومدن و خرابش میکردن، ولی جلوش گرفته میشه و دوباره میسازیمت وطن. اینا کلن اومده بودن که کثیفی زشتی و نشون آره. بدن، جلوی هرچی زیبایی رو بود گرفته بودن، نمیذاشتن بناهای تاریخی خیلی شناخته بشه. خیلی از مردم خودمون داخل ایران نمیدونن کجاهای کشورمون بناهای تاریخی وجود داره و چقدر خوشم اومد که رها اومده خونده و چقدر زیبا خونده. آره، واقعا یه روزی بیاد که موهای تو برقصه در باد، واقعا میگم این همه یه زیباییه که جمهوری کثیف جلوشو گرفته بود. دارم فکر میکنم به فرم رقصیدن موها توی باد که مثل رقصیدن پرچم توی باد هستش، دقیقا همون حس رهایی و اقتدار و قشنگی رو میده. ولی توی احمقی که ارزشی و ساندیس خور خاک بر سر هستی، باز بیا بگو نه، میخوای لخ بشی. وطن یاد ما داد، همه کوچه خیابونو زدم بی وقف فریاد، یه روزی تا ببینم موی تو میرخصه در باد، فدا جانم یه روزی تا ببینیم میهن آباد، شرف رو مادری با نام وطن یاد ما داد. یه روزی یکی شد من و تا راهمونو، یه روز پس میگیریم ما با هم خاکمونو. یه تیکه دیگه‌ش هم که خیلی خوشم آمد اونجایش بود که گفت شرف و مادری به نام وطن یاد من داد. گفت شرف، شرف یکی از اون لغات و کلماتیه که من دوستش دارم.
برخلاف غیرت و ناموس که میگم خیلی واژه‌های کثیفی هستن و اینا وارد فرهنگ ما کردن، این صرفا این دو کلمه کثیف رو دارم میگم. حالا مفهومشو من کار ندارم، یعنی بد برداشت نکنید حرف منو، هزار بار گفتم. این که میگیم ناموس یعنی فقط خواهر خودم و مادر خودم سیف باشه، بقیه هر بلایی سرشون اومد مهم نیستش. ناموس توی واژه ایرانی، یعنی توی واژه‌نامه که اینا وارد فرهنگ ایرانی کردن، همین معنی رو میده. این دوتا خیلی کثیفن، ولی واژه مثل شرف واقعا قشنگ هستش. یعنی وجدان داشته باشیم، شرف داشته باشیم، با شرف باشیم، عزت نفس داشته باشیم، اینا خیلی قشنگ هستش به نظر من. این لغات خیلی قشنگه. حالا یه چیزی مثل عزت نفس رو من نمیدونم معادل فارسی خودمون، اگر کسی میدونه توی کامنت ها برام بنویسه که چی میشه. نه نه، صرفا خود کلمه رو فارسیشو میخوام بدونم، چون عزت نفس عربیه. چیز دیگه من نشینم تو عربی. اگر کسی میدونه بگه بهمون حتما، ولی خیلی خوب بود. پس میگیریم ما با هم خاکمون، یه روز پر میکشیم دوباره تو این آسمون، همه جشن میگیریم یه روزی آزادیمون. یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست، زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری، فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشده؟ آخر موزیک دیگرشون هم از صدای فرخزاد استفاده کرده بودن فکر کنم، همین موزیک بود توی موزیکایی که شنیدیم این چند وقت اخیر. آره فکر کنم آخر موزیک قبلیشون ما بود، اسم موزیک قبلیش فکر کنم. آره. آخر اون یادم نیست دقیق، فکر کنم آخر اونم از صدای فرخزاد استفاده کردن و فوق‌العاده بود. بازم آخرش یه حس خیلی خوبی داد به من. اینا واقعا کی هستن که ما نتونیم نابودشون کنیم و از خاکمون بیرونشون کنیم؟ متاسفانه فرهنگ ما رو که داغون کردن، این فرهنگی که هممون ازش دم میزنیم، که ما ایرانی هستیم، آریایی هستیم، 2500 سال قدمت داریم، متاسفانه نابودش کردن با چیزی که با خودشون وارد کردن، با دینی که با خودشون آوردن توی ایران ما، و همه چیز رو بر اساس اون دین نوشتن و ثبت کردن. واقعا فرهنگ ما رو غارت کردن واقعا همینطوره. ولی یه چیزی که هیچ وقت از بین نمیره اون ذات آریایی هستش که ماها داریم، و با همون عرق و ذات آریایی که داریم دوباره برمیگردونیم این فرهنگ و این قدمت و این قدرت رو دوباره میسازیم، شکی توش نیستش. موزیکش گفتم غمگین بود ولی حس خوبی به من داد، حس پیروز. یعنی داشت میگفت یه روز میاد، یه روز میاد، یعنی داره میاد. یعنی شکی توش نیست که میاد، آروم آرومه ولی میاد بالاخره. مرسی از بچه‌ها که پرکاری میکنن. دومین ترک بود. آره آره، امیدوارم همینطوری بچه‌ها بهتر کنن و حمایت کنن. امیدوارم شما هم خوشتون اومده باشه از این ویدیو. دوستتون داریم تا یه ویدیو دیگه. هیدو، خدافظ.